آشکار یا مخفی کردن سطرها و یا ستونها. ببینید، یه زمانی هست من در این متنی که در این قسمت نوشتم نمیخوام در این کاربرگ اطلاعات مربوط به ردیف رضوان طلب رو ببینم. میایم ردیف مربوط به رضوان طلب رو انتخاب میکنیم به روش هایی که قبلا خدمتون گفتم. من اینجا میام مکان نما رو روی سطر 3 قرار میدم و کلیک چپ میکنم. کلن میخوام ردیف رضوان طلب، نمیخوام پاک بشه، نمیخوام دلت بشه، چه محتوای سلول چه خود سطر. من میخوام این سطر رو موقتی پنهان کنم. پس ابتدا این سطر رو انتخاب میکنیم، روش کلیک راست میکنیم، از این منوی میانبر اینجا از فرمان هاید استفاده میکنیم. روی هاید کلیک چپ میکنم. ملاحظه کنید الان دیگه اینجا از یک شروع نمیشه، از دو شروع میشه. و اگر در تصویر نگاه کنید بین دو و چهار داره نشون میده یه چیزی وجود داره که اگر من بیام مکان نما رو اینجا قرار بدم میتونم با کلیک چپ کردن و نگه داشتن اون درک کنم و سطر بین دو و چهار رو بیارم پایین. همیشه در کاربرگ ها دقت کنید که در سطرها 1, 2, 3, 4, 5 اینها رو دقت کنید. بعض وقتا مثلا ببینید دارین یه کاربرگی که مربوط به همکارتون رو گرفتین کار میکنین، اومده یه سری از سطرها یا ستونها مثلا اینجا سطر 8, 9 و 10 رو اومده هایت کرده. ابتدا سطر رو انتخاب کرده، کلیک راست کرده و اینجا اومده هایت کرده. ببین اینجا الان 1, 2, 4, 3 هایده، 5, 6, 7, 8, 12, 9, 10, 11 هایده. چطور باز میتونیم ما سطرها یا ستونهایی که اومدیم اونها رو هایت کردیم به حالت اولیه برگردیم؟ باید سطرهای ما بین اونها رو انتخاب کنیم، کلیک راست کنیم اینجا و روی آن هایت کلیک چپ کنیم. ببینید 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. برای ستون ها هم دقیقا همینطوره. من اینجا میخوام کالومن ای و دی و ای رو هایت کنم. دی و ای رو انتخاب میکنم. من از روش نگه داشتن کلیک چپ و درگ کردن برای انتخاب استفاده کردم. کلیک راست میکنم و روی هاید کلیک چپ میکنم. ببینید A, B, C دیگه D و E نداره، F, G. اگر به C و مرز بین C و F نگاه کنید برای شما دو تا خط داره، میگه کالومن D و کالومن E اصطلاحاً هاید شدن. چطور من میتونم اینا رو برگردونم؟ میام بین کالومن C و F اصطلاحاً کلیک چپ میکنم و نگه میدارم تا بتونم این دو تا کالوم رو انتخاب کنم. کلیک راست میکنم و روی آن هاید یعنی برگردوندن هاید ها کلیک چپ میکنم و این کالوم ها برای من برگشتن. به صورت موقت تونستم سطرها و یا ستون ها رو هاید کنم و بعد با استفاده از فرمان آن هاید اونها رو در کاربرگ خودم مجددا ظاهر کنم.